به همه رفقای خودم در چنل توپ سخنگو. حالتون چطور بچه‌ها؟ خوشحالم که در یک کلیپ دیگه در خدمتتون هستیم. تو این کلیپ یه سری از اتفاقات تلخی که در لیگ برتر خودمون اتفاق افتاده رو واسهتون به نمایش گذاشتیم که امیدواریم که هرچی کمتر این اتفاق تو دنیای فوتبال خودمون بیفته واسهمون میتونه این لیگ جذابتر و خوشایندتر باشه. بریم ببینیم که چه اتفاقاتی تو لیگمون افتاده. اتمام حجت پاکو به رضایی. تا من سرمربی هستم کاوه اینجا بر نمیگرده. سرمربی ترکتور صراحتاً اعلام کرد که نیازی به کاوه رضایی در ادامه فصل نداره. پاکو خمز چندین بار قبل از فصل قرارداد کاوه رضایی با باشگاه سرخپوش تمایل خودش رو برای حفظ مهاجم سابق استقلال اعلام کرده و مدعی شده که به این بازیکن نیاز داره. با این حال کاوه در روز آخر نقل و انتقالات قرارداد خودش رو با تراکتور یک طرفه فسخ کرد تا سرمربی اسپانیایی در یکی از نشست‌های خبری خودش بیان کنه که رضایی متعلق به گذشته باشگاه. اما پس از اعلام رأی کمیته تعیین وضعیت به نفع باشگاه تراکتور، این فرضیه مطرح شد که کاوه رضایی برای ادامه فصل به تبریز بازمیگرده و کارش رو با همتیمی سابق خودش از سر میگیره. همین موضوع باعث سوال یکی از خبرنگاران نشست خبری امروز پاکو خمز قبل از بازی آلومینیوم شد که پاسخ قاطعانه سرمربی تراکتور رو در پی داشت و وی مدعی شد تا زمانی که او در تراکتور حضور داره کاوه به این تیم باز نمیگرده. پاسخ پاکو خمز به سوال خبرنگار این بود که فکر میکنم در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خودم اشاره کردم که کاوه گذشته باشگاه تراکتوره، تا وقتی من مربی تراکتور باشم اینجا بر نخواهد گشت. این اتفاقی بود که در تیم تراکتور افتاد. حالا بریم ببینیم واسه تیم مصر رفسنجان چه اتفاقی افتاده. اعضای تیم مصر رو تو رفسنجان تو شهر خودشون از هتل بیرون کردن. در روز پیش از بازی با فولاد خوزستان تیم فوتبال مصر رفسنجان دچار مشکلی عجیب در هتل محل اقامتشون شدن. تیم فوتبال مصر رفسنجان در هفته 20 لیگ برتر میزبان فولاد و این بازی طبق برنامه اعلام شده فردا از ساعت 17 آغاز میشه. کاروان تیم فوتبال مصر رفسنجان اردوی پیش از مسابقه خودشون در هتل هیلان برپا کرده بودن دچار مشکل شدن و به علت بدهی باشگاه مسئولان این هتل تصمیم به تخلیه اتاقای اعضای تیم مصر گرفتن. محمد ربیعی سرمربی مصر رفسنجان از این اتفاق شدیداً ناراحت شده. در لابی هتل اعتراض خودش رو اعلام کرد. باید ببینیم که در نهایت مسئولان باشگاه مصر رفسنجان چه تمهیداتی رو در نظر میگیرن. حالا تو کلیپ‌های بعدی از جزئیات این خبر و این اتفاق که در هتل افتاده اگر خبری به دستمون برسه حتما براتون آماده می‌کنیم. اما بشنویم یه خبر از باشگاه استقلال. برنامه استقلال برای آمانوف. هافک ازبکی نقره داغ میشه؟ باشگاه استقلال علیه هافک ازبکستانی خودش اقدام حقوقی خواهد کرد. عزیزبک آمانوف در شرایطی از استقلال جدا شد که با توجه به بی‌اعتقادی ریکاردو ساپیتنو به این بازیکن استقلالی‌ها امیدوار بودند که به راحتی برای قطع همکاری با او به توافق برسند. منتها آمانوف ترجیح داد تا زمانی که مطالباتش را از استقلال دریافت نکرده از این تیم جدا نشه. با این همه او در اقدامی عجیب نه تنها بعد از بازی مثل کرمان و استقلال در تمرین تیم شرکت نکرد، بلکه از ایران هم خارج شد و حالا چند روزی میشه که در تمرینات تیم قارشی ازبکستان حضور داره و حتی برای این تیم در یک بازی دوستانه هم به میدون رفته. به نظر میرسه آمانوف در اقدامی تلافی جویانه این کار رو انجام داده تا استقلال دیگه نتونه بازیکنی رو به جای او وارد لیست کنه. البته که استقلال هم اقدام هافک ازبکی رو بدون واکنش نخواهد گذاشت. باید منتظر بمونیم و ببینیم در روزهای آینده چالش حقوقی آمانوف و باشگاه استقلال چی میشه و آیا این موضوع منجر به یک پرونده حقوقی دیگر در فیفا خواهد شد یا خیر. واقعا این مسائلی که تو کشور و توی لیگمون اتفاق میفته بسیار حاشیه‌ساز و زننده است. امیدوارم که از این کلیپ خوشتون اومده باشه و ممنونیم که در کنار ما بودید.